صحبت الخمندای کابل جورنال امروز پنجم تاریخ پنج است ماه دل و باز هم ما شاهد ازی بودیم که صبح را آغاز کردیم با موتر که مورد حمله قرار داده بودن رئیس سیدی افغانستان بانک بود که 3 زخمی و 1 نفر کشته شدند. خداوند کسی که شهید شده خداوند مغفرتش بکنه و کسی که زخمی شده خداوند اونا رو به خیر خوب بکنه. قسمی که شما میبینید من در حال حادثه هستم. ساعت 8:12 دقیقه صبح امروز موتر مورد حمله قرار دارم که شما وضعیت موتر میبینید. ما هم در محل حادثه قرار دارم و میخواهیم که از شاهدای نی هم صحبت داشته باشم که چگونه اتفاق افتید و کسایی که در اینجا بودن خسارمند شدن، اما خوشبختانه بگویم که کس اوگار نشده، فقط اون چند نفر که در موتر بودن محافظش کشته شده و 3 نفر دیگه هم زخمی شده. سلام پدر جان، خوب هستین؟ بخیر باشین. خوب هستم، شما چطور هستی جان؟ جوار است. بخیر باشین پدر جان. شما شاهد عینی هستین، میشه از چشم دیدتون بر ما کم قصه بگید؟ نه، ما که صبح کی آمدم از 7 بجه دو تا بچه کوچک عزیز را آمد که دکان را صفا میکنی. ما 7:30 بجه میایم که از این حالت که ما آمدم که بم خلاص میشه، به حالت نمیفهمیم که چی میشه که به خاطر ای آمدیم که بچه ما مرده شده یا اوگار شده زخمی شده. خب این مشکل غند افغانستان است، مسلمان به عذاب و وظیفه تخته است، مشکلش است، حکومت توان ندارد، هیچ کسی توان غز از الله جل جلاله. ما شما که بالا سوال میکنیم که الله این مشکل افغانستان ختم میکند، در مردم افغانان اتفاق و اتحاد پیدا میکند، که به خاطر اتفاق و صلح کار امن نمیشه، بس توپ و تانگ و بتره امن نمیامد. از خدا دعا میکنم که خدا او دری ز چراغله ما یو زخمی ده گل نه راکیسته خو چی یو مرشوه شید شوه دی او دو کس زخمی اندی او گردم زخمی شوه ده چې خلکو نکسونه وسته ویلی ده نور په دې حالت مګنه پوی دا څه حالت ته څنګه کیږي چا دې خوانه کیږي شما کس اوگار نشدن؟ نه، خدا فضل خدا است. خدا را شکر. تشکر پدر جان. بخیر باشید. سلام، خوب هستین شما؟ و علیکم سلام. زه پختو خبره وکم. مشکل نیست. سلام، خوب هستین؟ و علیکم سلام، خوب هستین. سه تشکر، بخیر باشین. شما شاهد عینی هستین، میشه بر ما از اتفاق کم قصه بکنید؟ ما وقتی دلته و ما داخل دکان کی وم چې و نصاب درشو چې کله موږ راو ته دلته یو رقم دودم و گردونم ډیر زیات و څوک نخ کاری دل یو کا جوړ و د کسان زخمیان و یو د بخي کته وی غمون په خپل لاسونو رو بسل موټر ته واچول غي شپخانه ته یوړل دا زما په خپل سترګو د حال والی دوه بس. شما کسوگار نشده؟ نه، کسوگار نشده. آها، کسایی که اینجا دکانشون بود چی باز؟ بس حالت هم چوک خوکشی بینه دی نورتون نو چوک زخمیان و خو یو مغا موتر که داخل دی موتر که دو کسان اگه یو خو ما پخپل اول دا چی دبخی کتا وی اگه ما پخپل لسون روی سال موتر تا ما چه ولو نور یو کس جور و دو کسان زخمیان و کده وی بخیر خوب شود. خب چه تشکر از اینکه امروز صحبت کردین. گفتنی دارین کسایی که در رس هستن باید جلوگیری بکنن، باید امنیت جدیتر بسازن؟ ولا غوختن احمد دا چې یو ار اورز د مونږ سهار چې دا په بمو سره پیلېږي او په انفجار سره په ځان وژون کاملو سره پیلېږي، نو مونږ خو خپل د افغانان په ټول افغانان د ژوند نه بيخي پتنګ راغلي دي. نور
او که نشی کولای خو استفاده وکي د طالب نه بم دا غوښتنه دی حکومت نه دی من دا غوښتنه ده چې دی خدای رویومنه خیر ده په دې مظلوم ملت نور رحم وکوي په دې مظلوم ملت نور ورخمیږي هر ورځ د مونږ سهار چې دا غ په بم سره پیلېږي او عوام پکې جوبلېږي ټول عوام غریبان تباه برباد شول بس دا زمونږ دی حکومت نه دی طالبان نه زمونږ دا غوښتنه ده چې نور خیر په دې مظلوم ملت نور رحم وکي دا زمونږ غوښتنه ده بخیر بشي تشکر کښه ورو دا کوچه او پس کوچه شاورو در شهر بازار، در کابل، در سپه نادرخان، قلعه زمان خان، شهدا، قلاچه شب روز پلیس ها باید بگرد، در کوچه ها باید بگرد از حکومت خواهش میکنم که نمی جلو انتحاری هم از دوزا و کیسه برام گرفته شد در این چمند است، اینجا خواهش میکنم از حکومت که نمی جلو اینمی ها باید گرفته شد که تا یک آرامی به یک مردم یک لقمنان آرام بخورد اینمی خواهش از اشرف غنی و عبدالله و از امر سالم میخواهد اینم چی شود ما شاهد هستیم پدر جان وقتی که ما بیرون میشیم صبح وقت میباشه که کسایی هستن که معترضات میکنن پرسان میکنن باز هم شما ناراضی هستید اون ناراضی خود ناراضی هستم به خاطر از اینکه بهلال یک نظم و نسخ حکومت هر چیز زودتر باید بیاره هیچ نظم نیست هیچ نسخ چی نیست که واسه ترافیکا باید از این نظم و نسخ باید بیاره دیگه از حکومت خواهش میکنم بله توجه بیشتر شب و روز پلیس باید در کوچه و پس کوچه کل شهر کابل باید بگرده شب و روز اینی وظیفه حکومت هست بیخونه که تنها نان بخوره و بره قرار چکر بخوره خیلی وظیفه چی شد؟ اسلامیت چی شد؟ خیلی انسانیت چی شد؟ شب و روز در کوچه و پس کوچه بگرده برای مردم کار بیاره، ارزانی را بیاره، آرامی را بیاره اینه از اشرف غنی و عبدالله و از چی امر صالح اینه میره من بخوره ما در محل حادثه هستم شما میبینین مترب بردن از جمع میخوان محلم پاکاری بکنن اما متاسفانه که مردم ما احساس درک دارن نمیگن به احساس هستن به درک هستن اصلا مسئولیت خودشون نمیپذیرن شما میبینین که باز هم اینجا ازدحام انداختن باز هم همگی جمع شده شما بالاخره میبینین که مترب برده دیگه چیزی از مطر باقی نمونده که اینجا باشن و بیاین جمع شون و محل حادثه را بیروار بندازن طبعاً که پلیس هم خسته میشه که همچون اتفاقات وقتی میفته و پلیس هم مجبور هست که اینا را بگوی کو طرف فرین تا اینکه خدای نخواسته اتفاق بد نیفته آرزومند هستم هموطنان ما باز هم میگم که وقتی یک اتفاق میفته لطفا یک جای جمع نشن سلام خوب هستین؟ خوب هستی خیلی جمع بخیر باشین شما اینجا شاهد عینی بودین اینجا وقت اتفاق رفتید اینجا شما ترکاری سودا میکنین بشه از چشم دیدتان کم قصه بکنین برمان چشم داد ما خیلی نمیسته که اول صبح نبودیم مارکت رفته بودیم و پسان که آمدیم بیادر ما گفت که ما مالا میکشیدیم وقتی که مالا میکشیدیم یک انفجار هم اینجا جشت که نه ما این چاسپکی بودن نه فهم چی بوده دیگه ایت خود ما شاید اینی نبودیم و پس آن آمدیم یک چند دقیقه کس خواست شما آگوار نشد نه خیلی نفت به خدا ما کس آگوار نشد بالاخره چی گفتنی دارین به کسایی که درست هستن؟ به کسایی که درست هستن میگم که مثلا از این چیزا خدا یه نگاه کنن و خدا من این بلا و اثر مدور کنن بخیر باشید شکر سلام خوب هستین؟ زنده باشین سلامات شما خوب بخیر باشین شما شاهد عینی هستین میشه برام بگین که چی اتفاق افتاد؟ من خواب بودم وقتی که گرم بس شد بیرون برآمدم که بعد این یعنی زخمه را بالا میکنم بایایش میگه قطع بود بعضی زخمی دو چار پنج شش تا بودن دیگه یک گفتنی مایی هسته که یک نظامی وقتی در موتر خود بالا میشه باید پیش از بالا شدن چهار طرف موتر خود را چک کنه باید با خبر باشه که در این موتر چی است وقتی که چک نکنه بالاش خطر به نمیاد دست میشه و گفتنی مایی است که باید دولت باید متوجه امی خاک افغانستان باشه چرا که به خاک افغانستان به وطن خدمت نکنن هیچ چیزی که نمیتونن باید نظامی کشفیاتش باید بسیار قایم و بسیار مجهز باشه چرا که وقتی که این موتر کفید ده دقیقه بعد یا پانزده دقیقه بعد یا بیست دقیقه بعدش پلیس رسید خب این رقم یک حساب است که یک نظامی باید در منطقه کشفیاتش باید بسیار قوی باشد بخاطر کشفیات نداشته باشه هیچ چیز که نمیتونه باید دیگه اینی حادثاز دیگه در افغانستان که یک جوان حاضر میشه که از وطن دلتر چا بره به کشورهای خارج انتقال میتن خدای فامیل خدای خودش تنا میره این وجه از نیست که نام نست افغانستان چرا که امنیت نیست کار بار نیست به یک جوان هیچ چیزی نیست افغانستان باید
دیگه متوجه زیاد گپای باشن که امنیت در افغانستان باید بیارن، چرا که امنیت سال نباشه هیچ پیشرفت ترقی در افغانستان نمیشه. یه چیز رو فراموش نکنیم، کسایی که در رأس هستن، کسایی که رئیس یک بانک هستن، رئیس هر جایی باشن فرق نمیکنن، باید متوجه باشن وقتی که بیرون میشن از خانه هم موترشون یک بار چک بکنن، کسایی که گاردشان هست یا یکی امروشون همیشه میباشه، بخصوص کسایی که دریور هست متوجه این نکات باید باشن که وقتی میخواین امرای رئیس یا هر کسی که هست میخواین بیرون برن باید یک بار موتر چک بکنن تا اینکه خدای نخواسته یک اتفاق بد نیفته. این بار اول نیست که بگوییم اولین موتر است که مورد حمله قرار دادن، ما شاهد هستیم که زیاد از موترها رو مورد حمله قرار دادن، زیاد کسا را وکیلای پارلمان، کسایی که خبرنگار بودن، زیاد کسا را اتفاقات بد رخ داده و ما شاهد هستیم. آرزومند هستم کسایی که دریور هستن، گارد هستن یا اینکه بادیگارد یک کسی هستن باید اونها موتر خوب صحیح چک بکنن تا اینکه یک اتفاق بد نیفتن، ما مسئولیت ما را بپذیریم. هر روز شاید یک اتفاق بد هستیم، هر روز شاید از این هستیم که انفجار انتحار میشه و ما صبح با انفجار انتحار آغاز میکنیم. امروز هم روز یک شنبه است، پنجم دلو است که باز هم ما شاید یک اتفاق بد بودیم که موتر کارمندان افغانستان بانک مورد حمله قرار دادن که 3 نفر زخمی و 1 نفر هم شهید شده و قسم شما میبینید در محل حادثه هستم. کسایی که اینجا دکان داشتن یا اینکه قصابی بود، نانوایی بود، هرچی بود، اینا هم خسارمند شدن و وضعیت شما میبینید که کاملا در هم بر هم ریختگی است، مردم سراسیمه هست، هر کس هر طرف میره، کسایی که کار هم ندارن اینجا آمدن فقط هم ازدحام انداختن. خواهش میکنیم همتون وقتی که یک اتفاق بد میفته شما لطفا از محل حادثه دور باشین که خدای نخواسته شما افگار نشین یا باز هم یک اتفاق بد نیفته. ممنون همراهیتان، آرزومند هستیم این آخرین گزارش باشه که ما از محل رویداد یا از موتربم که انفجار کرده، موتربم را که مورد حمله قرار دادن برتا داشته باشیم. تا برنامه بعد خدا نگهدارتان.